پانزدهمین روز آذر ماه برابر با 6 دسامبر سال 1120 خورشیدی برابر با 1741 میلادی، آغاز سلطنت ملکه الیزابت پتروونا دختر پتر کبیر امپراتور روسیه که در 32 سالگی بر تخت سلطنت نشست. اولین اقدام وی تبعید مدعیان سلطنت بود. وی شخصیتی دوگانه داشت. از یک طرف اهل مطالعه و مشوق علم و دانش و هنر بود و بر همین اساس دانشگاه مسکو و فرهنگستان هنرهای زیبای سن پترزبورگ را بنا نهاد و سوی دیگر حاکمی ظالم و مستبد به شمار می رفت. برخی مورخین معتقدند که ملکه الیزابت پتروونا با فرهنگ و ادب بیگانه بود، با دنیای شعر و ادب آشنایی نداشت و فرهنگ سازان بزرگ اروپا را نمی شناخت. وی اصولاً برای حکومت نیز تربیت نشده بود و حتی آمادگی پذیرش این را هم نداشت، اما حرارت هواخواهانش به او در حل مشکلات حکومت توان بسیاری میداد. دوران حکومت الیزابت بیش از 20 سال به طول انجامید و در این مدت اوضاع روسیه نسبت به گذشته بهبود یافت. ارتش و نیروهای نظامی تقویت شدند و روابط سوریه با دیگر کشورها گسترش یافت. وی در اداره امور حکومتی علاوه بر بهره‌گیری از استعداد و توانایی خود از مشورت چند تن از دولت مردان نیز استفاده می کرد. سال 1357 خورشیدی برابر با 1978 میلادی درگذشت دکتر عیسی صدیق، مؤسس دانشگاه تهران و معروف به علم، یکی از نامداران سده اخیر تاریخ فرهنگ ایران که در تهران دیده به جهان گشود و پس از گذراندن علوم مقدماتی و اتمام دوره دارالفنون در 17 سالگی به فرانسه رفت و موفق به دریافت دانشنامه لیسانس در رشته ریاضی شد. دکتر صدیق چند سالی در ایران در وزارت فرهنگ مشغول به خدمت شد و سپس جهت ادامه تحصیل عازم آمریکا گردید. وی پس از اخذ دکترای فلسفه به ایران مراجعت نمود و از طرف دولت ایران مأمور تهیه طرح تأسیس دانشگاه تهران شد. صدیق علم پس از این کار مأمور راه اندازی این دانشگاه گردید. وی پس از تأسیس دانشگاه ریاست و استادی دانشسرای عالی، دانشکده ادبیات و دانشکده علوم را بر عهده گرفت. وی 6 بار به وزارت فرهنگ انتخاب شد و سالها در مقام استادی دانشگاه انجام وظیفه کرد. دکتر صدیق در 84 سالگی در تهران درگذشت و در بهشت زهرا به خاک سپرده شد. سال 1375 خورشیدی برابر با 1996 میلادی در گذشت علی حاتمی، کارگردان ایرانی که در تهران به دنیا آمد و پس از فارغ التحصیلی از دانشکده هنرهای دراماتیک به همکاری با تلویزیون پرداخت و به نوشتن فیلم نامه مشغول شد. فیلم های علی حاتمی همگی نشان دهنده علاقه او به فرهنگ ایرانی است. ستارخان، سوت دلان، کمال الملک و مادر به همراه مجموعه های تلویزیونی هزار دستان و سلطان صاحب قران از آن جمله اند. حاتمی در حال ساختن مجموعه تلویزیونی جهان پهلوان تختی در حالی که از بیماری سختی رنج می برد درگذشت و در بهشت زهرا به خاک سپرده شد.